هوا بسیار خوبه اینجا. اون صفی هم که میبینی صف ورودی باغ ارم هست. چی داریم؟ فلافل بده؟ فلافل چیزی هم برده. سلام بچه هم برم، حالتون خوب باشه. امروز اومدیم به این منطقه خیلی باد از شیراز، خیابون ارم. یه خیابونه ای که معمولا جوانه شیرازی نینجه پیاده روی میکنه، یه حال هوای خیلی خوب داره. قراره این ویدیو رو اینجا ضبط بکنیم، پس حتما حتما تا آخر ویدیو رو ببینیم و نظرتون رو واسه هم کامنت. خب بچه ها، این ابتدای خیابون ارم هستیم. از در واقع سمت چمران که میایم میدون ارم و ما ابتدای این خیابون هستیم که سمت راستمون در واقع باغ ارم هست، یکی از باغ خیلی معروف زیبای شیراز که حتما یه ویدیو در مورد این در واقع مکان باغ خیلی زیبا ضبط میکنیم. پس اگر هنوز سابسکرایب نکردین کانال رو سابسکرایب بکنید که این ویدیو رو در آینده میذاریم از دستش ندین. بریم که پیاده روی جذاب امروزمون داشته باشیم. الان که من ویدیو دارم ضبط میکنم ساعت 6 بعد از ظهر، هوا بسیار خوبه اینجا. این صفی هم که میبینی صف ورودی باغ ارم هست. دنیا میان و از این مکان بازی. بچه ها کجا هست؟ بیشم علی یه نام شروع بیاد. نه تا بگیرستان. خب از اون جمعیت شلوغی صف رد شدیم. بچه‌ها این خیابون رو تقریبا الان تو این تاریخی که داریم ویدیو ضبط میکنیم اردیبهشت 402، حدودش یه سالی هست کفش رو سنگ فرش کردن و خیلی فضای زیبایی داره، به خاطر هم درخت‌های تو این خیابون، هم به خاطر باغ ارم که بغلش هست، فضای خیلی سرسبز و خوشگلی داره، مخصوصا الان که توی اردیبهشت ما هستیم و زیباترین فصل شیراز و بچه‌ها الان داریم. خیلی شیراز هم هوای خیلی خوبی داره و همین که خیلی سرسبز و قشنگ. اینجا معمولا کنار خیابون حالا کارهای هنرهای دستی و کارهای این شکلی زیاد جوان شیرازی میان و در واقع محصولاتشون رو برای فروش میذارن که خیلی عشق میکنم. مثلا اینجا را خیلی خوشگله کارشون. جنیس؟ خوبه؟ اگر فهمیدم اینجا
چند روز هستیم والیبال بازی کردیم. چرچی به سمت غروب بیریم و به سمت شب بیریم، خیابون شلوغ‌تر میشه. موسیقی های خیابونی معمولا از ساعت 7:30 به بعد میان که حتما یه تیکای از ویدیو وسط رو میذارم که ببینیم شما لذت ببریم. و همچنین غذای خیابونی هم اینجا از ساعت تقریبا 9-10 شب به بعد میان که اگر شد از اون فضا هم واسه تون فیلم بگیرم. شما را لذت بخشه. باز تأکید میکنم الان که اردیبهشت ما هستیم این لذت چندین برابر میشه، به خاطر هم هوای خیلی 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 مطبوع شیراز که این فصل، هم به خاطر زیبایی و سرسبزی خیابون. چون حالا خیابونش هم خیابون باریکی هست، معمولا این تجربه شخصی خود منه توی استان فارس خیابون قدیمی خیلی باریکه و همین بخاطر همین باعث ترافیک خیلی سنگین میشه و معمولا پلیس راه نمایندگی هم اینجا گاز زیاد میزنه، صداش شنیدید از اینجا رد شد. انتهای این خیابون هم میخوره به در واقع پارک آزادی، یکی از هم خیابون آزادی و پارک آزادی که اون هم بازی که از پارک های قدیمی خیلی قشنگ شیرازه که حتما از اون پارک هم بسطون ویدیو ضبط میکنم.
بچه ها الان ما خیابون ارم هستیم. گفتم از این زاویه ببینین یه تیکه رو. این خیابون ارمه که پشت سر ما در واقع لاین این طرف این لاین میخوره به، یعنی از آزادی میاد، اینم میخوره به آزادی و اینجایی که ما هستیم در واقع شروع باغ ارم هست. گفتم از این تیکه هم واسه توی ویدیو بگیرم که توی مسیر روز ما اینو اومدیم، الان همین تیکه رو داریم برمیگردیم. بچه ها هوا خیلی خیلی خوبه و واقعا پیاده روی خیلی لذت بخشه تو این هوا. بچه اینجا ورودی باقه، تنها جایی که توی این قسمت روشنه و دقیقا دوتا لامپ بذاشتم ببینیم چه خبره دارم. مردم دارم بر میگرن از توی باق. بچه شب شد، الان حدوش ساعت 10 شبه و اومدیم توی بلوار شمران. اینجا یه فضا خیلی خوبیه در واقع. آره اینو آبنماها رو خاموش کردن، این معروفه به آسیاب ستایی. خیلی فضا قشنگی میشه و حالا جلوترم در واقع اون آبنما پایینی فکر کنم روشن. و اینجا مردم میشینن، حالا خیلیونی هست و غذای خیابونی مختلف و جیگر و همبر و فلافل و همه چی هست و معمولا شلوغ میشه شبا، مثلا تو این فصل که هوا خیلی خوبه میبینی مردم میان بیرون و از این هوا و از این فضای زیبا لذت میبرن. حداقل چیزی که داره در لحاظ نوری خوبه شبا و مثل خیابون ارم نیست که دیدین چقدر تاریک بود و نمیشد فیلم برداری کرد. اینجا هم فضا خوبی واسه قدم زدن، همین که نور خوبی داره. امیدوارم لذت ببرین از این ویدیو و حال و هوای اینجا رو بتونین یکم تصور بکنین. شخصا فلافل خیلی دوست دارم و دل و جیگر، هر وقت میمیم توی چمران یا فلافل میخواییم یا دل و جیگر. یه دونه فلافلی اون جلو هست، بریم پیشش یه دونه سفارش بدیم شام هم بخوریم. اینجا رو میگفتم بچه ها فضای خیلی خوبیه، آب نمای روشنه. این خیابونی که بغلم میبینین این میره داخل محله چوگیا که روی کوه کاملا خونه هایی که ساختن و
قسمت از شیراز. من گفتم بهتون کلانتری 15 قصدش خدمت میکردم و اینجا جزء حوزه استفاضیم بود و من سرباز گشت بودم اینجا، گشت میزدیم حالوش 2 سال پیش. چی داریم؟ فلافل بعد؟ فلافل چیزی همبرگه خب یه همبره چند دقیقه همبره همون 80 دستیه. خب یه همبره بازه من بگم. خب بچه ها بدون همبرگر سفارش شدیم. نه حالا باز دوباره برگش میکنم، هم یک جا به جا کنم و هم بیان دلو برم کبابش میکنم. فلافل و سوسیس هم داشتم، گفتیم امشب همبرگر سفارش کنم. از این نوشابه های طوریت هم که